بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از باستان بزرگ با پاییز بسیار زیبا و آفتابی به شما سلام کنم و شب بخیر بگم به هممیهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز یک شنبه 18 ماه اکتبر 2020 میلادی و برابر است با 27 ماه مهر 1399 خورشیدی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله‌ای که ما را می‌بینید و یا صدای ما را می‌شنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال می‌کنید. دوستان یکی دو نفر هستن، نمی‌دونم اینا چه مشکلی دارن. اینا می‌سین که از وقتی صحبت از باستان بزرگ میشه خیلی می‌دونید که ماساچوست کلن همین باستان بزرگ که من در خدمت شما هستم یکی از زیباترین پاییز جهان داره. یادتون باشه چند وقت پیشا از کتاب معروف باستن کیوریوسیتی کدی آوردند که مارک توین اون زمان گفته، بیش از 100 سال پیش گفته بود که هیچ جا در نیو انگلند جای بهتر برای زندگی کردن مثل باستون نیست. پاییز 6 هفته بیشتر نیست از سراسر دنیا میان فقط برای دیدن پاییز نیو انگلند که مرکزش همین باستون بزرگ. این نظر جغرافیا میگم، دوستان من نه صاحب باستونم و نه واقعا اینجا اینجوری بهتون بگم بیشترین عمر من همینجا گذشته. اینو یه خیالتون راحت کنم که بدونید که من اینجا بیش از هر جای دنیا زندگی کردم. صدا نمیدونم چیه میاد تک تک. فهمیدم چی. ببخشید. بله دوستان داشتم اینو میگفتم خدمتتون. اما قبل از اینکه بپردازم به اوضاع ایران و امریکا و رویدادها، دلم میخواد خدمتتون یک خبر خوب بدم در رابطه با کمک های شما به خانواده های نیازمند در ایران. همونطور که قبلا خدمتتون گفته بودم 3 خانواده به ما معرفی شده، خانواده های بی سرپرست که اینها پدرشون از دست دادن، سرپرست خانواده مادره با بچه ها. این خانواده ها یه مشکل بسیار اساسی و در عین زمان با کمبودهایی که هستش دارن به هر حال زندگی میکنن. چند سال پیش که فکر کنم در دولت آقای دکتر احمدی نژاد بود که این مسکن مهر باعث شد که بسیاری از خانواده های کم درآمد و فقیر جامعه صاحب مسکن بشن، یعنی آپارتمان خودشون داشته باشن. اون موقع از هر کدوم از اینا که ثبت نام میکردن یه پول اولیه میگرفتن، یه مقدار جزئی، حالا چند میلیون بود یادم نیست. بعد اینها ثبت نام میکردن، وقتی آپارتمان حاضر میشد بقیه اون پول به عنوان اینوری ها دان پیمنت رو بدن، وارد آپارتمان میشن، بعد بقیهش هم قسطی میدن. مثل خارج که شما میرید وام میگیرید، در ایران که از این وام ها خبری نیست. همین مسکن مهر وام و توسط تعاونی مسکن داره تا زمانی که اینها تو اون آپارتمان هستن و نشستن طبق معمول به جای اجاره قسطشونه بدن که بعدن دیگه کلن صاحب آپارتمان بشن. این 3 خانواده که به ما معرفی شدن اینها تا الان قسطشون هم پرداخت میکنن. حالا موقعی رسیده که میخوان آپارتمان رو تحویل بگیرن برن توش بشینن. منتها هر کدوم از اینها 4 میلیون باید بدن. اینا ندارن. ما مشغول تحقیق شدیم که ببینیم داستانشون چیه، آیا واجد شرایط کمک هایی که ما داریم میشن. دیدیم که آره، که یکی از اینها از تحقیقات دوستا در ایران گذشته
تحقیقات هم بهزیستی شده و هم نماینده ما اینا را چک کرده. یک خانمی هست با دو بچه. این خانم خب شوهرش رو از دست داده، برای اینکه بتونه یه مقدار کار بکنه، حتی بچه کوچیک خودش که 4 سالش بود اینو میده به یک کسی که دنبال بچه میگشتن، یعنی آداپتش کنن، که اون بتونه با داشتن فرزند بزرگتر که 10 سالشه بتونه بره سر کار. ولی اون بعد از 1 ماه خورده‌ای مثل اینکه اون خانواده نتونسته از اون بچه مراقبت کنه، یا بچه شیطون بوده، حالا به هر حال شاید یه مقدار بیقراری میکرده برای مادر واقعیش فلان، دوباره میارن این بچه رو پس میدن. بعد این مادر مجبور میشه که با 2 بچه در یه جایی که اجاره هستش زندگی میکنه و 4 میلیون احتیاج داره که بتونه این آپارتمانش بگیره. از اونجایی که من همیشه زیر 1 میلیون باشه خودم تصمیم میگیرم، ولی چون 4 میلیونه باید با بچه هایی که در تصمیم گیری معمولا منو راهنمایی میکنن با اونها قراره که امروز و فردا صحبت کنم. بچه هاشم عکسش و چیزاشم فرستاده بود، ولی دیگه کاملا این پروندهش تکمیل احتیاج به 4 میلیون داره که با بچه ها باید صحبت کنم که بتونیم این 4 میلیون ما مستقیم پرداخت میکنیم به تابونی مسکن. من رسیدیشو میدیم دست این خانم که بره خونش رو تحویل بگیره. بنابراین دوستا میدونید که کمک های شما چقدر مهمه و این ایران ستیزایی که این برانبر همش میشینن و خیلی عوض میخوام فقط پرت و پلا میگن و حرفای علکی بیهوده، آینه ما میخواییم ایران رو آزاد کنیم، نمیدونم، همش دنبال روی سیاست های این صهیونیست‌ها بر علیه ایران هستن، به جای اینکه تو این گرفتاری کرونا و با این مشکلات فعلی و تحریم و این همه فقر و گرسنگی و کمبود به اینها کمک کنن، میان خیلی عذر میخوام زر علکی میزنن در مورد ایران. به هر حال دوستان ممنونم از این همه کمک های شما، یعنی کمک های شما اینجا خودتون تشخیص بدید که به کی میرسه و خودتون میدونید که این تصمیم ها و این کمک ها زندگی یک خانواده را این رون رو میکنه. حالا ممکنه بعضی هم که آقا 4 میلیون که چیزی نیست که میشه 150 دلار. بله، اونایی که این حرف رو میزنن دوستان 1 دلار هم به ما ندادن یا کمک کنن به این پروژه، فقط الکی حرف میزنن. به هر حال نیاز این خانواده همینه که انشالله با کمک دوستای که من امروز تو جلسه مطرح میکنم بتونیم در 1 یا 2 روز آینده بتونیم این کمک رو پرداخت بکنیم که اینا برن سر زندگی و خونه خودشون، که الان اون اجاره‌ای که میدن اون اجاره میده برای قسط این خونه. واقعا دم آقای احمد نژاد گرما، این خیلی ازش ایراد میگیرم، ولی این مسکن مهر از ابتکارهای دولت ایشون بود که عده زیادی، خیلی زیاد، نمیدونم 7 میلیون در ایران صاحب خونه و مسکن شدن، این از ابتکارات دولت آقای احمدی نژاد بود. صحبت از دولت شد، اتفاقا من تعجب کردم امروز که یکی از نماینده های مجلس ایران اومد یه افشاگری واقعا دقیق کرد از دولت آقای روحانی. آقا شما ببینید در یه همچون شرایطی که ما زندگی میکنیم، مشکلات کرونا، کمبود، تحریم، وضعیت بیکاری، بله دولت آقای روحانی یواشکی از این بودجه کرونا 120 میلیارد تومان برداشته که یه دانشگاه درست کنه که دختر ایشون بتونه اونجا تدریس کنه. اصلا من تعجب کردم که ایران اینقدر به هم ریخته است، حساب کتاب نداره. آخه بابا یه بازرس کشوری وجود داره، یه نهادهای
حراست هر نهاد، یا چطور ممکن آخه کسی نیست که بابا جان مگه ما دانشگاه کم داریم؟ آقا تو هر محله و برزن هر جا نگاه میکنی، تو سر هر سگی میزنی یه دونه دانشگاه پشتشه. این همه دانشگاه داریم، از دانشگاه مهم و معتبرت مثل شریف و دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و نمیدونم پلی‌تکنیک و این و اون، ما دانشگاه دیگه نداریم که این 120 میلیارد به جای اینکه کمک بکنن به این افراد نیازمند. همین یه نمونه کوچیک که من به شما نشون دادم. حالا ما یه نهاد کوچیکی هستیم که کم و بیش دوستای خوب ما، به ویژه از اونایی که تو پروژه پرستاری با ما همکاری کردن، خیلی از این خانواده از طریق اینها به ما معرفی میشه، چون اینا تو جامعه هستن، میدونن چی نیازی وجود داره، چی مشکلاتی هست، معرفی میکنن. و خلاصه آخه در یه همچون زمان میبینی که 120 میلیارد رو میخوایم هزینه یه دانشگاه میخوام بکنن که دختر آقای روحانی میخواد بوش تدریس کنه. من تعجب میکنم که چطور داخلش بازرسی وجود نداره در خرج و دخل و اینجور چیزها، اونم در یه همچون شرایطی که اصلا ما نیازی داریم یا نه. به هر حال امیدوارم اونایی که مسئول هستن، البته مسئول منظورم خارج از این دولت ها، سپاه و بسیج، اونا واقعا چشم گوش مردم نیازمند ایران اونا هستن، چون این دولت که نشون میده که ماشاءالله دست به هر کاری میزنن که هیچ کمکی به طبقه محروم، طبقه نیازمند جامعه در این شرایطی اصلا انگار تو باغ نیستن. البته نبایدن باشن وقتی خودشون در خونه های آنچنانی زندگی میکنن، خونه های چند میلیاردی که اون خبر نداره که خانواده بدبختی به خاطر نداشتن 4 میلیون تومان نمیتونه وارد خونه ای بشه که 10 سال پیش مقدار پولشو پرداخت کرده رسیده به جایی که میخواد خونهشو تفریح. اینا نداره، اون یارو میاد از 120 میلیارد به چی چیزایی هزینه میکنه. واقعا خیلی تاسفه، آدم اینا رو که میشنوه اعصابش خرد میشه، اصلا نمیدونه که بدبختی ایران سر خود ما هاست دیگه. کار درست انجام نمیدیم بعد موقع گیر میکنه. به هر حال دوستان ممنونم که شما در خارج کشور، در امریکا، کانادا، اروپا همچنان سعیتون میکنید تا اونجایی که ممکنه به خانواده های نیازمند از طریق همین برنامه کمک میکنید و این گزارش ها رو شما دریافت میکنید. بعد از اینکه من با دوستایی که تماس میگیرن واقعا حس میکنم که چقدر اونا خوشحالن که این کمک ها رسیده به اونجایی که واقعا نیاز بوده. اینا رو خیلی خوشحال میکنم. و اما دوستان حالا برگردیم به مسائل سیاسی. امروز در ایران جشن پایان تحریم سازمان ملل، همون تحریم تسهیلاتی که بر علیه ایران درست کرده بودن که ایران نمیتونه هیچ گونه سلاحی از خارج بگیره و یا سلاحی به خارج بفروشه. این تحریم سازمان ملل 13 سال پیش برقرار شد. از اون موقع تا حال میدونید که ایران هیچ چیزی نمیتونست بفروشه و نمیتونست بخره. منظورم در ارتباط با مسائل دفاعی کشور. بر سر جریان برجام که با دولت آقای اوباما بستن، یکی از اون چیزها این بود که ایران در سال 2020 از این تحریما خارج میشه، یعنی جزء قرارداد برجام بود. امروز دیدم که حداقل سه تایی که من دیدم تیتر اسوسییتد پرس این بود که ایرانی ها خوشحالن که از این تحریم اومدن بیرون. مقاله مفصل در روزنامه جروسلم پست
منتها با گریان نوشته بود که آره رژیم ایران از این تحریم بیرون اومد، بعد از این شروع میکنن به خرید اسلحه‌های فلان و بساط اینا. اونا داشتن واقعا دق میکردن. ولی مقاله نسبتا مفصل ولی حرفه‌ای توسط پاتریک وینتر نوشته شده در روزنامه گاردین امروز، امروز منظورم یک شنبه 18 اکتبر 2020. دوستان میتونن این مقاله را در روزنامه گاردین انگلیس ببینن. من این روزنامه را، یعنی این مقاله را، یه نیم ساعت پیش فرستادم پیش دوستمون علیرضا سلیمانی تو فیسبوک. شاید ایشون اگه وقت بکنه بتونه برگردانش رو به فارسی بذاره اونجا، شما ملاحظه بکنید. پاتریک وینتر می نویسه که امروز در ایران جشنه به این خاطر که ایران از این تحریم 13 ساله بیرون اومد. این تحریم باعث بود یعنی این تحریم که در سازمان ملل تصویب شده بود، ایران هیچ گونه خرید فروش تسلیحات ارتش رو نداشت تا بعد از جریان برجام که تو قرارداد اتمی بود. ایران از این تحریم بیرون اومد، ولی منتها نه به این آسونی، به خاطر اینکه همین تابستون ماه جون گذشته امریکا که این همه تلاش و کوشش کرد که بتونه این تحریم رو همچنان ادامه بده، از شورای امنیت خواست که این تحریم رو نگه داره، ولی دید که با بن‌بست روبرو شد. شورای امنیت خواسته های امریکا را رد کرد، از همپیمان های اروپایی خودش خواست که دست به یه تلاشی بکنن. همه اینا نوشته پاتریک وینتر در روزنامه گاردین امروز. دوستان میگه که اروپایی ها سعی کردن که یه مقدار به کمک امریکایی ها بیان، منتها اونها درخواست کردن از اعضای شورای امنیت که به طور داوطلبانه این تحریم رو تا 18 ماه آینده هم ادامه بدن، ولی شورای امنیت قبول نکرد. و داستانشون هم این بود که آقا در شورای امنیت وقتی یه چیزی تصویب میشه و برابر خواسته ها و امضاهایی که شده، ما باید اون شکلی عمل کنیم، و الا دیگه بعد از این شورای امنیت و تصمیمایی که میگیره و کارهایی که انجام میده ارزش جهانی نخواهد داشت. چون اگر ما به تصویب قطعنامه خودمون عمل نکنیم، دیگه ارزش شورای امنیت زیر سوال میره. برای همین بود که آقای پومپیو با عصبانیت و ناراحت گفتش که حتی همپیمانهای اروپایی ما آخوندها را به ما ترجیح دادن که به رژیم تروریستی کمک کنن تا کارهای خوب انجام بدن. این خشم و عصبانیت پومپیو بود در اون نشست شورای امنیتی که در نیویورک انجام داد. جالبه که پاتریک وینتر میگه که بسیاری از کشورها حالا میتونن هم به ایران تسلیحات نظامی بفروشن و همچنین بخرن. میگه در حال حاضر تنها کشوری که این کارو خواهند کرد به دلایل مختلف، یکی روسیه هست و یکی چین، ولی ایران تا الان تونسته تمام نیازهای دفاعی خودش رو خودش درست بکنه. شاید ایران به این زودی علاقه به خرید و یا توانایی خریدم نداشته باشه، پاتریک وینتر می نویسه. ولی نقطه‌ای که سردبیر خاورمیانه گاردین یعنی پاتریک وینتر اضافه میکنه، میگه ایران در یک همچون شرایطی بودجه سالانه دفاعی ایران کمی بیش از 18 میلیارد دلار بود در سال گذشته 2019. میگه در همون سال یعنی سال 2019
فقط بودجه عربستان سعودی برای خرید چیزهای دفاعی 80 میلیارد دلار بود که بیش از 4 برابر ایران، در صورتی که عربستان 23-24 میلیون بیشتر جمعیت نداره ولی ایران نزدیک به 85 میلیون جمعیت داره. بنابراین پاتریک وینتر در پایان مقاله میگه که ممکنه روسا برای اینکه سیستم دفاعی موشکی اسکندر 400 را به ایران بدن به 2 دلیل ممکنه باشه. یکی این که خب میخوان که جنساشون رو که قبلا قول داده بودن به ایران بفروشن، بلکه به کشورهای عربی هم یه مقدار دهنکجی نشون بدن که این سیستم الان در اختیار ایران هستش. ولی خب خوشبختانه اینه که ایران برای خرید و دفاع از خودش نیاز آنچنانی به مسائل خارجی نداره و شاید دلیل موفقیتش هم اینه. البته ممکنه چیزایی بخره که فکر میکنه خوبه یا بتونه مثلا اونو یه جورایی با سیستم دفاعی خودش تطبیق بده و یا چیزی دیگری از اون بسازه، چون این در تمام ارتشا این سلیقه رو به کار میبرن. ولی به هر حال به هر دلیلی که شده الان ایران دستش بازه، هم میتونه بفروشه. از امروز دیگه ایران زیر این تحریم سازمان ملل نیست که مطمئنم که صهیونیستا فوق‌العاده از این بابت ناراحتن، ولی از اونجایی که قانون و سازمان ملل تصویب کرده و توی قرارداد برجام هست کاری نمیتونن بکنن. اونا تلاششون رو کردن در 1 سال گذشته که این تحریم رو ادامه بدن، ولی خب تمام تلاش های اونها با شکست مواجه شد و اتفاقا اسوسیت پرس تیترش نوشته بود که برخلاف اون که امریکایی ها تلاش گسترده‌ای کردند، ولی در این مبارزه از ایران شکست خوردن. اسوسیت پرس اینو به تمام دنیا مخابره کرده. به هر حال منم خوشحالم. البته می‌بینیم کسانی که به دنبال فقط نیازشون بر این باشه که ما بتونیم جنسی رو بخریم که بتونیم از خودمون مراقبت و مواظبت کنیم، به نظر میاد که ایران دیگه از این مرحله رد شده. اگر بتونیم همین خودکفایی را در مورد نیازهای دیگر جامعه از جمله مواد غذایی و اینا انجام بدیم، در تولید نیازهای کشاورزی اگر تولید رو ببریم بالا با کمک دولت باید باشه دیگه، چون به هر حال مثلا تو امریکا میبینیم که دولت کمک میکنه به کشاورزا، به اونها وام بلاعوض میده. حتی الان در همین وضعیت کرونا دولت آقای ترامپ ایشی در حدود 18 میلیارد تصویب کرد که به کشاورزا پول بده که از این بحران رد بشن، چون اونا به هر حال در مورد تولید خودشون و رسوندنش به بازار دچار اشکالات فنی شده بودن به خاطر همین وضعیت نابسامان کرونا. اینه که دولت باید کمک کنه که این کشاورزا بتونن رشد و تولید رو ببرن بالا، چون اگر دولت کمکی نکنه که اونا موفق نمیشن. حالا بگذاریم ما یه سری آدمای واقعا هفلچلی تو این دولت داریم، اینا فقط ترجیح میدن که از بیرون بخرن. بعد من دلیلش رو فهمیدم چرا. به خاطر اینکه در خرید از خارج اینها میتونن یه سری پول دلالی بگیرن و صرفا به خاطر اون کمیسیون، یعنی دزدی حقوقی و همون کمیسیون، به همین خاطر که بتونن پول دلالیش رو بگیرن اونجوری یه عالمه پول به جیب میزنن دیگه، حالا گور پدر بقیه ایرانی ها. ولی اگر تولید داخل باشه، محلی باشه، کمک به کشاورزا باشه، کارگرا باشه،
با قولم عرب کارخونه ها باشه، اون موقع دیگه دزدی کمتر میشه، نه که نیست ولی کمتر میشه، هرچی هم مثلا داخل دیگه به هر حال نیازهای اول جامعه برطرف میشه. هیچ کشوری نمیتونه پیروز بشه مگر اینکه از نظر تولید خودکفا باشه، چه مواد غذایی باشه، چه مواد دفاع از کشور باشه، چه کارآفرینی باشه. اگر خودجوش و اون تلاش و کوشش داخلی نباشه، دوستان تمام دنیا، من کشورهای دنیا حداقل چند تاشون بودم، نگاه کن از کشورهای پیشرفته هم در اروپا هم در امریکا، اگر اون تلاش کوشش در تولید داخلی نباشه و کمک دولت نباشه موفق نمیشن. حتی خیلی ها مثلا به امریکا ایراد میگرفتن، کشورهایی که در سازمان تجارت جهانی و اینا، اونا میگفتن آره امریکا توانایی داره چون به کشاورزاشون کمک میکنه، اونا تولیدشون رو میبرن بالا، ما نمیتونیم با اون رقابت کنیم. و دلیلش هم اینه که میگفتن نباید این کارو بکنه چون بتونه که در بازار آزاد اونا رقیب باشن با کشورهای دیگه. امریکا هم هرگز اون کار نمیکنه چون میدونه که تولید داخلی باعث پیشرفت در امریکاست و این تولید داخلی هستش که امریکا میتونه همه جا اربده بکشه، چون خودش میتونه تولید کنه چیزایی که اگر نیاز داشته باشه و ما باید همین کارو بکنیم. به هر حال اگه دوستان در این رابطه صحبتی دارن، اونایی که در داخل ایران هستن، مسائلی هستش که من از قلم انداختم، لطف کنن تشریف بیارن رو خط که با هم صحبت کنیم. و اگر در ارتباط با صحبت‌های من اگر شما اعتراضی دارید، چیزهایی دارید که فکر میکنید که من اشتباه میکنم یا حرفایی میزنم درست نیست، دلم میخواد که شما حرفایی رو بزنید که من بشنوم و اگر چلنجی در کار باشه، اگر صحبتهایی هستش که شما میتونید من اصلاح کنید، خوشحال میشم که صحبتهایی شما رو بشنوم. و هم ما دوستان یه مطلب دیگری که در امریکا هستش در ارتباط با انتخابات و آن اینه که انتخابات امریکا خیلی ها را نگران کرده و میگن که یکی از بزرگترین مشکلات داخل امریکا در همین انتخابات، برای اینکه دو نامزد به ویژه ترامپ از اینکه تا الان در تمام آمارها نشون میده که ممکنه انتخابات رو ببازه و خودش هم از این وحشت داره، وحشتش گرفته، مثل اینکه خودش هم این آمارها رو تا حدودی قبول داره و این باعث میشه که هر دو گروه، هم قسمت لیبرال ها هم محافظه کارهای ترامپ، اینها به این آسونی از صحنه بیرون نخواهند رفت و حتی در بعضی جاها اعلام کردن که هیچ که حق نداره به حوزه رأی‌گیری اسلحه حمله بکنه. چون میدونید که اسلحه در امریکا دوستان به ویژه در میان جمهوری خواه ها از قدیم یک چیز خیلی خیلی معمولیه. اصلا داشتن اسلحه حمل کردن یه نوع دفاع از خودش در مقابل دولت. من نمیفهمم که اینا چطور، البته میدونید که این اسلحه سازها، کارخونه های اسلحه سازی و گروه لابی اونها و کسانی که در ارتباط با تبلیغات اونها حرفایی همیشه در تمام رسانه ها و سایت های خودشون راه میندازن، میگن دلیل اصلی که دولت میخواد کنترل اسلحه باشه به خاطر اینکه میخواد که اسلحه را فقط اونا داشته باشن و هر آن بخوان
و به شما زور بگن. داشتن اسلحه صرفاً برای دفاع در مقابل دولت، ولی هیچ وقت به اینها نگفتن که اینها با چه برداشتی، با چه نیازی و با چه سلاحایی میتونن در مقابل دولت که این همه صاحب بزرگترین و قویترین سلاحای جهان در دسترسشونه، آیا آدم معمولی با داشتن یکی دوتا هفتتیر و تفنگ و اینا چه غلطی میتونه بکنه؟ اینا اصلا مسائلی هستش که اینا تو باغ نیستن، نمیخوان راجبش بشنون، نمیخوان، میگن فکر کنم مثلا داشتن اسلحه خیلی خوبه. یکی از این نماینده های مجلس یک کتابی نوشته که کسانی که در اون حوزه دفاعی تصمیم میگیرن معمولا از طریق همین شبکه های لابی کارخونه های اسلحه سازی این ذهنیت رو در مغزهای اینا یعنی واقعا سوار کردن که داشتن اسلحه یکی این که از نظر قانونی حق شماست، دومی که در دفاع از خودتون یکی از بهترین چیزی که میتونید داشته باشید همینه. و همین مسئله باعث شده که انتخابات اخیری که سوم ماه نوامبر این خودش گرفتاری به وجود بیاره، گرفتاری به وجود بیاره که ممکنه یکی از این نامزدها شکست خودشو نپذیره. به ویژه آقای ترامپ دیگه خودش هم میگه. چون حتی کشورهای همپیمان امریکا میدونی که امریکا یه سیستم چشم گوش دفاعی داره، چه با چند کشور اینا با همن، یعنی هیچکی وارد این دایره نمیتونه بشه، دایره کشورهای تقریبا همفکر و همزبان، مثل امریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند، مثل فرانسه هم تو اینا هستش. این همیشه اینا سیستم امنیتی با هم چک میکنن، یعنی ببینم مثلا ما فلان چیز رو در رادار خودمون داریم، آیا شما هم در این مورد اطلاعات دارین یا نه. اینا جزء اون چشم گوش های هستش که اینا با هم کار میکنن. واسه همین این کشورها نگران نتیجه انتخابات در امریکا هستن. همین شخصی که دیروز خدمتتون گفتم، سفیر سابق انگلیس در واشنگتن، لورد دریک در این کتاب اخیر خودش که بیرون اومده نوشته که انگلیس به این نتیجه رسیده که مشکلات انتخابات نوامبر امریکا فوق العاده نگران کننده است، چون در این انتخابات اگر آقای ترامپ ببازه یه هرج و مرج داخلی ایجاد میشه و در این هرج و مرج ممکنه تبدیل بشه به یک جنگ داخلی نسبی. البته من با این چیز زیاد یعنی اینو زیاد قبول ندارم، به این خاطر که در امریکا به هر حال یه سیستمی وجود داره، کم و بیش در اون نتیجه همه قبولش میکنن و میرن جلو. ممکنه یک کم مثلا بالا پایین داشته باشه، آخرش مجبور میشن چکار کنن، به دادگاه دیوان عالی کشور مراجعه بکنن. ولی طرفدار آقای ترامپ مثل این که از اول باختی آقای ترامپ را یک کلک میدونن و به همین خاطر اونا قبول ندارن این موضوع را. ولی از طرف دیگه هم
چون یه سری مسائلی هستش. مثلا یکی از چیزی که این خانم برنت که الان میخوان معرفی کنن و مثل اینکه به زودی هم میخوان رأی گیری کنن در سنا که ایشون بشه رسما قاضی دیوان عالی کشور، که برای اون قاضی که همین چند وقت پیش فوت کرد جا اونو بگیره. این خانم یه خانم جوانی نسبتاً، خانم برن 49 سالشه، میگن این اگر عضو این نهاد، یعنی عالی ترین نهاد تصمیم گیری در امریکا، از اگر میدونی که هر مشکلی که در امریکا به وجود بیاد به دیوان عالی کشور وقتی برسه سوپریم کورت، هر تصمیمی که اونجا میگیرن هیچ که رو اون تصمیم نمیتونه کاری بکنه، حتما باید اجرا بشه، به خاطر اینکه تمام مراحل رو رد کرده اومده اونجا. و به همین خاطر اگر این خانم رو عجله با عجله میخوان بفرسته اونجا آقای ترامپ، که اگر فردا تو انتخابات مشکلی پیش اومد که آقای ترامپ مجبور میشه که اینا رو ببره، یعنی مجبور که تلاش بر اینه که اگر ترامپ ببازه اینا تلاش اینه که ببرن تو دادگاه، بعد برن دیوان عالی کشور، که اونجا چون این خانم از برگزیده های ترامپه، بنابراین به نفع آقای ترامپ رای میده. چون ما در دیوان عالی کشور 9 تا قاضی داریم که از این 9 تا قاضی 5 تاشون به هر چیزی رای بدن تبدیل میشه به قانون کشور، دیگه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. بنابراین روی اون دارن تلاش میکنن. ولی در کل با توجه به موقعیت این اوضاع کرونا و داشتن یک همچون تلاشی که در کشور انجام میشه، چون طرفدار آقای ترامپ میگن باید کشور رو باز کنیم، نمیتونیم، اقتصاد داره میخوابه فلان، چون با این وضعیت اقتصاد و بیکاری که به زودی خیلی ممکنه خونه هاشون هم از دست بدن، حالا فعلا دولت تا آخر ماه امسال همه چی را رو هوا نگه داشته و آقای ترامپ فکر کنم دو تا تلاش خواهد داشت، تلاش اصلی قبل از انتخابات. یکی این که سعی میکنه قبل از انتخابات یه سری چکایی برای مردم بفرسته، جزء استیمولیت پکیجش که درست کردن که دموکرات ها میگن به اندازه کافی نیست، باید بیشتر باشه. تلاش مثلا دموکرات ها 2.5 تریلیون درخواست کردن که اگر باشه اونا با اون موافقت بدن، ولی تا الان میسین که آقای ترامپ تا 1.8 تریلیون خلاصه آقای ترامپ سعی میکنه که اونو بفرسته و همیشه هم وقتی میفرسته زیر اون چکا مینویسه که این از طرف ترامپ داره میاد، که اونجا به هر حال کم و بیش مردم چشم گوششون آشنا بشه، دقیقه آخر هم آگهی دیگه به هر حال تبلیغ بشه. اگه تو اون موقع یکی تلاشش این بوده که به اینشون رأی نده، ممکنه وقتی چک رو ببینه، چون اینا میدونی اندازه گیری اینجا با پوله، البته همه جا همینطوره، اما در امریکا نهادینه شده، یعنی کسی به شما ایراد نمیگیره، چون اولین سوالش طرف مثلا با یکی آشنا بشه یا بدونه میگه طرف چقدر میارزه، چون داشتن اون ثروت جایگاه شما رو یعنی تعیین میکنه در جامعه. مثلا تا در کشورهای خودمون مثلا ایران اون طرف ها، اونا سعی میکنن به هر حال ظاهر حفظ کنن، اما چه صحبت از پول از دیدی که آقای روحانی با این 120 میلیارد تومان میخواد دانشگاهی ترتیب بده که دخترش بره اونجا تدریس کنه، بینه که با اون پوله که میتونه مانور بده دیگه. مدت دم اون نماینده گرم که افشا کرده که آقا در یه همچون موقعیت استثنایی کشور آیا نیاز هست که ما این همه پول رو برای این خرج کنیم. حالا آقای ترامپ هم میخواد اونو به چشم برسه، در دقیقه آخر یه پولی برای مردم بفرسته. بنابراین ولی تمام تلاش ها، البته نگرانی آقای ترامپ میدم بگم، یعنی طرفدارای آقای ترامپ، یکی از چیزهایی که اینو بیشتر از کسی، بیشتر از هر چیزی دیگری عصبانی کرده، انتخاب آقای جو بایدن برای معاون خودشه، خانم کامالا هریس. میگن که خب کامالا هریس که خودش نامزد بود به جایی نرسید، حتی یه رأی هم نیاورد
مجبور شد کناره بره، بنابراین از اون نتونسته از راه درست وارد بشه، حالا از راه آقای بایدن میخوان وارد بازار بکنن. ولی از طرف دیگه مسائل دیگری هم اینجا در میان سفیدپوستا به ویژه نژاد پرستا مطرحه که ما به اندازه کافی این اقلیت ها رو بالا بردیم ولی از حالا به بعدش نباید این کار رو بکنیم. برحال دوستان الان خطهای ما بازه، شما میتونید تشریف بیارید رو خط با هم صحبت کنیم، اگر اجازه بدیم میریم به اولین خط جواب میدیم. سلام دوست عزیز، بفرمایید شما رو خطید. سلام علی مرتضوی، خسته نباشین. شما هم همینطور، بفرمایید. این بحثی که امروز شروع کردیم راجع به جریان اهمیت خودکفایی ایران که میتونه در مقابل تحریم ها ایستادگی کنه، به نظر من این خیلی نکته مهمیه و اینکه چرا این دولت به این مسئله توجهی نداره به خاطر رانتخاری. این خیلی مسئله مهمی، ازتون ممنونم که اینو مطرح کردید. خواهش میکنم. و اما در مورد انتخابات امریکا که البته در اصل ماجرا همطور که خودتونم بارها گفتید در سیاست اصلیشون در مورد ایران تاثیر زیادی نداره، شاید استراتژیشون فرق کنه، ولی اصل ماجرا سیاست هایی رو که اوباما به یه شکلی دنبال کرد ترامپ هم به یه شکل دیگه داره دنبال کنه. ولی خب اگه آدم یه نگاهی به عمل کرده این دوتا بکنه شاید بهتر آدم بتونه متوجه بشه تشابه و یا تفاوتاشون رو. من خودم از اون کسایی بودم که وقتی اوباما میخواست انتخاب بشه خیلی امیدوار بودم که خیلی جریان مثبتی اتفاق خواهد افتاد، چه برای امریکا، برای طبقه زحمتکش امریکا و چه در سطح جهان. ولی خب بعد 8 سال آدم وقتی نگاه میکنه چه اتفاقایی افتاد، اولا که اعتیاد تو این 8 سال غوغا کرد به خاطر اینکه مواد شیمیایی مخدر که در داروها وجود داشتش، کارگرها و همینطور کشاورزای امریکایی هم خب میدونین که درد یه چیزی که تو این طبقه به علت سانحه یا کاری هر چیزی رایجه و این مردم بعد وقت امریکا به این نقد معتاد شدن و تو این 8 سال در سکوت کامل بود، هیچ صحبتی در این مورد نشد و یکی از خیانت‌های بزرگ اوباما این بود و دیدیم که چقدر تعداد بی خانمان ها زیاد شد. تا همین هومه واشنگتن سر هر کوچه یادم یه دونه هوملس میبینه. درست. و این قبل از اوباما وجود نداشت. دو، نگاه میکنیم که چجوری به لیبی حمله کرد و اینجور این مملکت رو به نابسامانی کشون. حالا قذافی با همه ایرادایی که داشت رفاه نسبی بین مردم لیبی داشت و امنیت داشت. الان نگاه میکنیم که لیبی به چه روزگاری بوده، یعنی چند دستگی و فقر و بدبختی و بزن بکش و هر چیزی که بدی که ممکن آدم فکر کنه، همه اینا در زمان کی اتفاق افتاد. و اما در مورد سیاستش با ایران، من خودم یه تیپی ازش گوش کردم، چه از خودش چه از کری، که از کلاه برداریشون در مورد ایران اظهار خوشحالی میکردن که به این طریق میتونن ایران رو کنترل کنن، جاسوساش رو میتونن داخل ایران بفرستن که ببینم فعالیت های نظامی ایران چطوریه، به عنوانی که میخوان برجام رو به قول معروف اجرا بکنن و میخوان به مطمئن بشن شرایط چیه. از طرف دیگه میتونن رو جوانای مغز جوانای ایرانی کار کنن و اینا رو به جاسوسای خودشون تبدیل بکنن، به پایگاه خودشون تبدیل کنن. اینا حرفی بود که از زبون خود اینا من شنیدم. یعنی کلاهبرداریشون در چه زمینه بود؟ کلاهبرداریشون در این زمینه بود که اولا دست و پای ایران رو توی برای عوض و ده در داخل پوست گردو بذارن که ایران نتونه حرکتی بکنه. از این مسئله که برجام گام به گامش از اول برنامه ریزی شده بود، برای همین هم هست که فردای امضای برجام آمدن گفتن که مسئله موشکی رو حالا باید دنبال بکنیم. اینو ترامپ تنها نگفت، اوبام گفت. و این مسئله اینا فقط
بوم بر تو می روید. مسئله اینا بود ایران رو به صورت لیبی در بیارن، یعنی همونجور که با قذافی سیاست قدم به قدم پیش بردن و قدم به قدم همه تسلیحات و او رو گرفتن و آخر سر حمله کردن از بینش بردن، همه برنامه رو برای ایران هم داشتن، یعنی اوباما این برنامه رو داشت. حالا میان نگاه میکنیم ببینیم که ترامپ چیکار کرده. با تمام ایرادایی که ترامپ داره، با نفرتی که من ازش دارم به خاطر کشتن سردار سلیمانی، ولی آدم یه ذره چشمش رو که باز کنه نگاه میکنه، اول این کاری که کرد اوباما راجع به مسئله احتیاط هشدار داد که تو امریکا چقدر شایع شده. دومی کاری که کرد اومدش به کشاورزای امریکایی کمک کرد. زمان اوباما از این خبرها نبود، ولی همینه که این همه کشاورز کنگرس شده در که این اومد به این طبقه فقیر امریکا کمک کرد. بعد اومد خیلی ردریک های بدی علیه ایران گفت که آقا آدم قلب آدم به درد میومد، یا مثلا جلوی اومدن ایران و ایرانی ها رو به امریکا گرفت. ولی ماه اصل این به نظر من جلوی فرار مغز ها رو از ایران گرفت، یعنی ایرانی هایی که تحصیل کرده بودن و توان داشتن بیان اینجا کار بکنن داشتن میومدن اینجا، جلوی اینا رو گرفته شد. این به نفع ایرانه. در ثانی یه کار دیگه که کرد، علاوه رغم تمام فشارهایی که گلوبالیستا از اول روی گذاشتن، درسته که به قول معروف خیلی آوانتاژ به اسرائیل داد، ولی حاضر به حمله به سوریه و ایران نشد. و شاید به خاطر همینم بود که سردار سلیمانی رو کشت، که شاید اینجوری پانی به اینا بوده که دست از سرش بردارم. میدونی که از اولی که اومد جریان روسیه و این جریان مسخره دروغ، مثل نمیدونم اینکه این برای روسیه کار میکرده و بعد جریان هایی که خودتون در جریانش هستی، نمیخوام وقتتون رو بگم، خیلی کنو با ریس را سعی کردن جلوش رو بگیرم. و علت اینم که این امریکایی های ناسیونالیست دست با تمام ایرادایی که این آدم داره ازش طرف داری میکنن، این دیگه اگر که بایدن بیاد همون سیاست های اوباما رو عملی خواهد کرد. بعد این ما بدونیم که البته این حزب دموکرات در زمان جان اف کندی یا کارتر یا قبلا اصلا ماهیتش با الان کلا فرق داشت. به صورت نئولیبرال در اومده، نئولیبرال اون ور سکه نئوکانه، همون جنایت هایی رو که بوش انجام داد تحت لوای نوکان ها، همونو لیبرال ها با پنبه سر می بارن به یه نحوه دیگه، به نحوه همون نحوه که اوباما رفت جلو با خنده و با نمیدونم دست دوستی دراز کردن، ولی در پشت همون کاری کردن که با دیدی کردن. اینه که من فکر میکنم چه برای طبقه زحمتکش امریکا، چه برای مردم ایران، با اینکه ترامپ رو من اصلا ازش خوشم نمیاد و ازش متنفرم، ولی بهتر از بایدنه. بایدن اگه بیاد سر کار همون سیاست اوباما رو، سیاست هیلری کلینتون رو اجرا خواهد کرد. مطمئن باشین اگه هیلری کلینتون اومده بود سر کار که حالا به ایران حمله شده بود، چون از اولم تو انتخاباتش گفت everything is on the table، بهش گفتم به ایران حمله میکنی، گفت everything is on the table، و اون مطمئنن به سوریه حمله میکرد، و اگه به سوریه حمله میکرد مطمئن باشین که پای ایران هم به میان کشیده میشد. باش خیلی ممنونم، لطف کردی، خواهش میکنم، مرسی. بله، این دوست ما اشاره میکنن به این موضوع. بله، در خود طرفداران آقای ترامپ هم این بحثا هستش، چون طرفداران آقای ترامپ معتقد بر اینن که امریکا نباید دخالت در خارج باشه، چون اونو بر علیه منافع ملی و از همه اینو مهمتر به سود صهیونیست‌ها میدونن، و واسه همینه که الان بارها شده که یهودی ها خیلی نگران ترامپ هم، با اینمه که میگن ترامپ در ارتباط با جروسلم که پایتخت اسرائیل کرده، مناطق اشغالی رو جز اسرائیل میدونه، همه اونا، ولی 70% یهودی ها نگران انتخاب ترامپ هستن، چون به ترامپ اعتماد ندارن، و به همین خاطر طرفدارای ترامپ هم
هرگز به صهیونیستا اعتماد ندارن. میگن اونها برای منافع امریکا کار نمی کنن. اونها صرفاً فقط به خاطر گلوبالیستا هستن. و ولی این دوست ما که اشاره کرد که آره این ترامپ باعث شده که مغزها از ایران فرار نکنن، آره اینم بحث جالبیه. میدونید که کلن ترامپ هر قراردادی که بسته و یا علاقه به بستن اون داره صرفاً در راستای همون فکر عدم دخالت در امور کشورها هستش، چون موضوع اصلی اینه که نمیخوان پول بدن. مثلا من یه مقاله چند دقیقه پیش دیدم از استیون کینزر در روزنامه امروز باستون گلوب. این مقاله مفصلیه، یه روزی میخوام راجع بهش صحبت بکنم. حالا بذار تلفن رو جواب بدیم تا بعد. سلام دوستی عزیز، بفرمایید شما رو خط دید. الو سلام، بفرمایید. یک کم بلندتر در خدمتم. خواهش میکنم، بفرمایید. مرسی. خب ما این برنامه‌های مخبر که واسه موقع می‌بینیم واقعا یه جورایی مثلا به آدم فشار میاد. یعنی یه چیزی درباره کرونا صحبت می‌کنن که اصلا انگار مبدا کرونا از ایران میده. بعد طرز با حضور انبرت که حالا آمار هم که واسه خودشون میدن. مثلا میخوام از اینا بپرسم، شما با این همه میشه برنامه شده درباره کرونا گذاشتید، چه کمکی کردید مردم ایران به غیر از اینکه بیشتر ترسوندینشون؟ مثلا توی همین قضیه شجریان اینا اومدن گفتن که آقا جون برید، مگه شما نمیگید کرونا هست؟ چجوری شد که گفتید که واسه آقای شجریان برید؟ کی گفته اینا؟ ببخشید کی گفته که به کی گفته که توی شبکه ایران اینترنشنال یادم نمیاد که واسه فهمیدم. آره نه فیلم های سینمایی بیرن حتی پخش میکردم. اتفاقا یه چیز اتفاقا اینو اینو گفتی منو یاد یه چیزی انداختی. اینی که شجریان خیلی علاقه داشت کنسرت رو میدونه که باید پول میگیره. حتی وقتی فوت کرد میگفتن هر کسی میرفت تو اون مجلس سر قبرش باید نفری نمیدونم چند هزار تومن پول میدادی تا بتونی وارد بشی. من اینو دیگه نخونده بودم، واقعا خیلی جالبه. امروز دخترشون پست کرده، حالا خوشبختانه مراسم هفته ماشیم که دیگه کنسل شد، برگزار نمیشه. عرضم به حضورتون که آره دخترشون امروز نمیشون تنها ملت ایران رفت. چی ببخشید ببخشید گفتی چی؟ صدات قطع وصل میشه. دختر آقای شجریان پست کرده بودن امروز که تنها ملت ایران رفت روزی که تشییع جنازهشون بود. پناه ملت ایران. پناه ملت ایران که قاسم سلیمانیه، نه این آقای که همش تو آمریکا و کانادا بوده. درست. من یه مورد دیگر اینجا من میخوام بگم. من میخوام به این دوستانی که میان 24 ساعت در باره چون واقعا نمید یه ساعتیش هم میبند خدا رئیس بیمارستان لنپوفینجان هم فوت کرد، رئیس بیمارستان آره در باره کرونا بودش. اینا هر روز 24 ساعته دارن میگن. حالا ما که البته ما اینجا فکر نکنن دیگه ریا باشه. ما عرضم به حضورت که شما حساب کن 8 ماهه. حالا اینایی که مثلا به اینا میگن ساندیس خور، ما هر روز میره به اشتزارا دعوا داریم که کیا پیکرهای اینا رو بشورن. خب ما این کل از دست اون برمیاد دیگه. مثلا روزی 10 تا روزی 12 تا پیکره کسایی که کرونا دارن رو میشوریم. خب من میگم اینا که این همه ویژه برنامه میزنن، با این ویژه برنامهاتون یه بار گفتید که ملت ایران ماسک بزنن، یه بار گفتید که آقا نری بیرون، یا فقط خواستید استفاده سیاسی کنید بندازید به جون حکومت. درست در برای نمیدونم گورای دست جمعی آمریکا صحبت کردید. این کانتینرهایی که فریزر داره همینطوری چیز میکردن کاری کردید نکردید. پس شما ایرانی نیستید دیگه. حتی فقط بدبختی ما اینه که اینا فارسی زبون هست. یعنی آدم نن که اصلا من نمیفهمم. درست. اینا من نمیفهمم. الان همین کسایی که بهشون میگن ساندیس
تحلیل پشت زهرا دعوا دارم که یکی یه دونه پیکر بیشتر بشوره که مواد یکی نشسته نره، در صورتی که پیکر اینا هم خودش ناقله، یعنی در صورتی که حالا مردن ولی اگر لمس باشه انسان زنده بازم میگیره کرونا رو. خب اینا میان صف میکشن تو این هشت ماه، این همه پرستار دکتر خسته داغون، بعد شما میای 24 ساعت داری میکوبی، 24 ساعت داری آمار به کرونا ایران هم میدی، درباره انگلیس و آمریکا و ایتالیا هیچی نمیگی. درست، این خیلی درده. درست، باش، خیلی ممنونم دوستی عزیز، یادآوری کردی. مرسی. شما لطف دارید. پدات شم. مرسی عزیزم از تماست. خدا نگهدارت. قربان شما، خداحافظ. بله اینو درست میگه این دوست ما، به خاطر اینکه توی شبکه ها آقا یه نفر تو ایران بمیره دیگه هر روز، مثلا در 24 سال یا 48 سال گذشته میگه آقا تو ایران امیدم 240 نفر فوت کردن. میگم بابا جون این دیگه چیزی تازه ای نیست، در امریکا ظرف 24 ساعت گذشته 850 نفر فوت کردن، تو امریکا 218 هزار نفر فوت کردن، بالای 8 میلیون نفر مبتلا هستن، تازه اینایی که تست شده. کشوری که با این همه امکانات، با این همه دارو و تشکیلات و تحریمی وجود نداره، دست همه باز خرید از سراسر دنیا. اگه نید آقای ترامپ میگفت من یه کاری میکنم هر کی مریض بشه از همین داروهای من استفاده کنه، من رفتم بیمارستان واقعا وضعم خراب بود ولی اون داروها رو که به من تجویز کردن 24 ساعت بعدش من حالم خوب شد. یعنی منظور من که اینجا با این همه که این همه تشکیلات و این همه امکانات، ولی ایران رو نگاه کن با این کمبود. و اتفاقا همین استیون کینزر نوشته بود که آدم آخه یه نفر نامه می‌نویسه به استیون کینزر، حالا اینو در برنامه آینده مفصل مطرح خواهم کرد، در روزنامه امروز باستون گلوب نوشته بود که آقای کینزر شما که این همه تجربه دارید، همه جا کار کردید، با سوادید، فلانی، این همه هم مقاله داره می‌نویسه برای امریکا، آیا جایی هست که امریکا رفته و کار خوب انجام داده در دنیا؟ چرا یه دونه از اونها به ما نمیگی؟ استیون کینزر مقالهش اینجوری شروع میکنه، میگه اولا این مقاله به خونه من پست شده بود که من تعجب کردم یه آدمی با دستخط نوشته و این سوالو مطرح کرده. یعنی خب هر آدمی که دسترسی به آدرس خصوصی استیون کینزر نداره، استاد دانشگاه کینزر در دانشگاه بران. حالا خلاصه اول برنامه اینو چیز کرده، حالا قبل از اینکه برم بخواد اینو بگم، نوشته که خیلی خب بیا امتحان کنیم ببینیم کارهایی که امریکا کرده. میگه که شما اینو باید از ایرانی ها بپرسید که الان نمیتونه دارو و غذا بخره به خاطر تحریم امریکا در یه حالت بحرانی. خب آیا این کار خوبیه که امریکا یه نمونه از این کاراشه؟ سلام دوست عزیز، بفرمایید شما رو خطید. مرتضوی ممنون از برنامه خوبتون. لطف دارید. من زنگ زدم که بگم درود به شرف این بیننده قبلیتون که زنگ زدن. واقعا من نمیدونم ما که اینجا هستیم، من خودم احساس شرم میکنم که یک کسایی مثل اونا دارن اونجا اینقدر زحمت میکشن، اون پرستارا، اون دکترا. بعد اون موقع من تعجبم که یه عده اینجا طرفدار صبح تا شب توی این تلویزیون‌هاشون دارم بر علیه ایران صحبت کنم. درست. اصلا یه چیز باور کنید، من میبینم مردم، ما هم صحبت میکنیم با ایرانی ها، با اقواممون، با همه، روزایی که اینا یعنی دیگه آتشبارشون سنگینه، شما زنگ میزنید حس ناامیدی و از پشت تلفن از صدای عزیزانتون میشنوید. اینا اینقدر آدم های پست و چیزی هستن و یه کسایی اینقدر با شرف که اونجا دارن اینقدر تلاش میکنن و درود به شرف شما که دارید کمک میکنید به کسایی که اونجا نیاز دارن. ممنون از لطفتون. لطف داریم. ممنونم. مرسی از تلفنتون. خدا نگهدار. بله دوستان، من بارها اینو گفتم، تمام امکانات شبکه ها دست اوناست، ماهواره ها دست اوناست، میکروفون ها، دوربین ها دست اوناست. ما اگر روزی یک ساعت به ما وقت بدن توی شبکه هاتبرد و شبکه های کنه هستن، فقط روزی یک ساعت
باور کنید ظرف 3-4 ماه آینده ما همه اونا رو پیاده میکنیم. هیچ به قول معروف کار استثنایی هم انجام نمیدیم، فقط حرفای خودشون رو برمیداریم نقد میکنیم با شما. ببین بدبختی ما اینه که اینها با داشتن این همه امکانات و پول عربستان و نمیدونم کارهای فنی صهیونیستا و فلان، صهیونیستا یه کارشون خوبه دوستان، اینو باید یاد بگیرید، اونها یه دلار از جیبشون پول نمیدن، پولا رو از عربستان میگیرم میگم ببین شما که ارزه این کارا رو ندارین، شما پولا رو بدین برنامه رو ما میریزیم برای اونها، ما بلدیم چیکار داریم میکنیم. و اون خانمی که اول برنامه زنگ زد گفت زمان آقای اوباما این همه بدبختی و احتیاط تری میکاشون شد، درست میگن، چون همین هفته قبل گفتم خدمتتون اون خانواده کثیف یهودی که صاحب اون شرکت داروسازی چی بود که اوپیوید رو بیرون میده، خانواده سکیلو، اسم کمپانیشون یادم رفت، اون خانواده سکیلو از همین راه معتاد کردن جوانهای ایرانی با همین داروی اوپیوید 13 میلیارد دلار سود خالص به دست آوردن. 13 میلیارد. وقتی دیگه ابعاد این فاجعه انقدر زیاد شده بود، انقدر کشت و کشتاری که این اوپیوید در میان جوانها به وجود آورده بود که دیگه گندش در اومد، نماینده های ایالت های مختلف رفتن اون کمپانی رو سو کردن. کمپانی بلافاصله فایل کرد برای بانکراپسی که بگه من ورشکست شدم، ولی این ایالت ها ولکن نبودن، از جمله ایالت ما که فوق العاده در این کار فعاله. وزیر دادگستری این ایالت ما اومد گفتش که نه ما برمیگردیم اینها را شخصا هم سو میکنیم، بنابراین فقط شرکتشون سو نمیکنیم که برن بانکراپسی و یا ورشکستگی اعلام کنن که خودشون در امان باشن، ولی اونها بلافاصله اومدن گفتن نه ما جریمه میدیم دادگاه نریم. حاضر شدن که اول گفتن 5 میلیارد میدیم بین ایالت ها تقسیم کنید، منتها یه چیزی میخواستن که اجازه بدن اینها این دارو را همچنان در خارج از امریکا بفروشن که بتونن اون پولم در بیارن، که ایالت ما شدیداً مخالفت کرد. بعد اون برنامه به هم خورد، اون خانواده تصمیم گرفت که مقدار پولشو بیاره بالا 8 میلیارد بده که اونا دیگه دادگاه نرن و رها بشن. خب 8 میلیاردم بده 5 میلیارد سود خالص دیگه، تا عمر دارن خودشون و خانوادهشون احتیاج به هیچی نخواهند داشت، ولی ایالت ها همچنان این لاسو دارن میبرن. یعنی ببین در اصل یه دی کشته میشن آخر سو میکنن، بلکه ایالت ها بتونن اون خرجی که برای معالجه اون جوانا کردن و به حساب مخارج بیمارستان رو تامین بشن. ولی منظور از گفتن همه اینا اینه که این عادت سرمایه اصلا اهمیتی به انسان ها نمیده، اونا تنها چیزی که فکر میکنن همون پولی به دست بیارن و برن جلو. فکر کنم داخل ایران این دولت آقای روحانی هم همین الگو رو داره ادامه میده دیگه، یعنی دور برای خودشون یه عالمه پول بسازن، مهم نیست که چه اتفاقی میفته، کدوم خانواده ها از بین میره، طبقه فقیر فقیرتر میشه، ولی اونا همچنان مرفه تر. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه امکاناتی که اینا به دست دارن اونا ندارن و در تمام نهادها هم نفوذ دارن. مردم فقیر و زحمتکش ایران هم تنها کسانی که امیدشون، یعنی به اونها امید بستن که بلکه بتونه این بازرسی انجام بشه ببینم مملکت حساب کتاب داشته باشه، فعلا دست حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسیه، که آقای رئیسی بلکه بتونه این دزدی ها را دونه دونه بیاره محاکمه کنه، پولا رو بگیره، بلکه کمکی بشه به نیازهای جامعه، که این واقعا باعث تأسف ها. دوستان ما با بحرانیم و این بحران در داخل ماست. سلام دوست عزیز، بفرمایید شما رو خطیم. سلام، خسته نباشید، درود و تبریک دارم به همه ایرانیای عزیز. مرسی. پیروزی سمبولیک مهمی بود برای همه،
به خصوص سمبولیکش مهمه. حالا اونم خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی آقا ما مقاومت کردیم، دنیا هم اومد ببخشید خودشو پاره کرد، نتونست. ایرانی قدرتش اگه بخواد بزنه رو رگ غیرت واقعا کسی نمیتونه باش درد کنه. آفرین. تحمل کردیم مثل بچهای تبریز، اون هیئت مشروطه خواه ستارخان و باقرخان، سختی کشیدن ولی وا ندادن، نذاشتن نفاق بیاد و به خاطر همین جنگ رو بردن. اینم هم داستانش دقیقا همینه. این یه پیروزی سمبولی که خیلی خوب خواستم از الان به همه تبریک بگم. دوست عزیزمون راجع به ایران که فرمودن که اینا هی میگن اونجور میگن، خواستم خدمت عرض کنم دوست عزیز من، اینو من راجع به آمریکا برات میگم، راجع به اصلا غرب در کل، اگه شما از ریشه تاریخ و فرهنگ غرب هم نگاه کنی که همون کتاب ایلیاد و اودیسه یا همون تروی و اودیسه بود، اینو من خودم یه عمر، من خیلی بیشتر عمرم در خارج زندگی کردم تا در کشور خودم، ولی خب برام همیشه فرهنگا و کتابا اینا جالب بود. میخوام اینو بهت بگم، در همیشه بدیهای خودش رو، آدم کشیهای خودش رو، که اصلا ما ایرانی های مشرق زمین یک هزارمش رو نداشتیم، درست، همه رو نشون میده و همه رو میگه و هیچ زحمتی نمیده که قایمش کنه، ولی هنرش در اینجاست، یه جوری نشون میده که تو خوشت بیاد. یعنی قشنگ این مثلا نشون، خب سیویلیزیشن غرب، تمدن غرب همش مال یونان و روم بود عزیز من. ببین چقدر قشنگ تو فیلم های هالیوود نشون میده که رومیا میان همه رو میکشن، زن و بچه ها رو میکشن، همه رو میکشن. ولی اینقدر این فیلم رو با بازیگرهای زیبا و زنهای زیبا قشنگ نشون میده، یا همون فیلم 300 که حالا اگه بخواید من میتونم یه بار راجع به فیلم 300 براتون میگم. یعنی تمام تاریخ رو دروغ گفت، تمام کثافت کاری های اسپارتایی ها که نشون میده مثلا یه بچه 7 ساله واقعیت هم بود، شما بچه رو میگرفتن میدیدن این بچه مثلا به درد نمیخوره، ازش جنگجو در نمیاد، این بچه رو به زور از مادرش میگرفتن پرتش میکردن تو دره که گرگا بیان نوش جونش کنن. اینا شما بشین با اون فرهنگ زیبای ما ایرانی ها که به همه کمک میکردیم و پاکی بود مقایسه کن. ولی میخوام اینو بگم، ببین یعنی از این کار وحشتناکتر اگه وجود داره، برو فیلم 300 سیمونیستی آقای زک شنایدر هالیوود رو ببین، ببین چقدر این صحنه رو دارن میگه و داره نشونه، ولی اینقدر قشنگ داره این صحنه رو نشون میده که تو بگی چه کار قشنگی. این همیشه کار قلب دوست عزیز من، هموطن من. ببین همین خانم آلبرایت خیلی قشنگ، اصلا بهش وقتی گفتن که خانم شما نمیذارید بچه های عراقی، آخه اون چه گناهی کرده که یه صدام حسین چیزشه، چرا جلوی پنیسیلین رو گرفتی دیگه؟ پنیسیلین چرا تو به بمب اتم و بمب شیمیایی داره دیگه؟ آرد نون بخوره بچه. بعد خیلی قشنگ اصلا زیرش نزد خانم آلبرایت، گفتش که بله ما میدونیم که تا حالا به خاطر این تحریم ها که ما عراقو کردیم، نمیدونم یا 500 هزار تا یا 2 میلیون بچه تا حالا مرده. البته این یه قیمت، خیلی هم قشنگ تو دوربین برادرم نگاه کنن، البته این یه قیمتیه که ارزش پرداخت کردنشو داره که ما بتونیم جلوی صدام وایسیم. آخه بگو ببینم صدام بدبخت به اون ارتش دهه 50 60 روسیش چه تهدیدی تو اوجش بود که به شما بهش پنیسیلین ندادین که بچه‌هاش بمیرن؟ دقیقاً درست. اینجاست که من باید تبریک بگم واقعا یه جوری به دولتمون که با اینکه این همه ما رو تحریم کردن هنوز این فجایع و اینا نتونستن سرمون بیارن. اینا می‌خواستم یه تبریک به هممون بگم. البته خب سختیه، قیمت رو داریم پرداخت می‌کنیم. جناب آقای متزوی عزیز اگه چیزی بدین، من فقط حالا یه بار باید بشه راجع به فیلم‌های هالیوود و اینا صحبت کنم. آره اون خیلی خوبه که با هم راجع به اون صحبت کنیم یه روزی. اون فیلم‌های هالیوود اینا که نمونه هاش هم بفرستی یه تکش هم نشون بدیم، چون اتفاقا یکی از نویسنده های نیویورک تایم نمیدونم راجع به 300 نوشته بود، اون موقعی من یادم خوندم از مورین داوت، گفت این فیلم های هالیوود آدم میبینه واقعا تعجب میکنه، اگر ما در اون دوران زنده نبودیم میگفتیم با باریکلا. میگو آره وقتی اون گروگان ها از ایران خارج میشدن حتی پاسدارا شروع کردن به هواپیما تیراندازی کردن دنبالش. میگم من خندم گرفت که بابا جون این تلاش و کوشش، این همه مذاکره و اینجور چیزها، دیگه پاسداری وجود نداشت اونجا، همه چی تموم شده بود، اینا رو آوردن فرودگاه با سلام و صلوات دیگه ولش کردن، پاسدار واسه چی میخواسته بدو به دنبال هواپیما؟ یعنی اینا این شکلی صحنه رو درست کردن که واقعا باز پیروزی بوده، یارو میره جنگه اونجا برمی داره و پاسدار تا میفهمه میده به فرودگاه،
دو سه تا هم شلیک میکنه پشت این هواپیمایی که از زمین برخواسته بود، ولی اونا تونستن جان سالم به در برن بیان. آرگوس بود اگه اشتباه نکنم، آرگوس. آره شاید همون بود. آره چون من اینا رو ندیدم، فقط خوندم راجبش. آره راجب اینا باید یه روز صحبت کنیم. حتما اصلا شما ما دستور بدیم از خودم، چون که اشتباه نکنید قوی ترین سلاح آمریکا همیشه اون جنگ روانی و اون فیلماش هالیووده. درست هایی که میساده واقعا وحشتناکه. بعد ببین خود استالین با اون ارتش سرخش گفت به من یک سال هالیوودو داده بودن دنیا رو فتح کرده بودن. آره. چقدر یعنی از اون میترسید از هالیوود. و این فیلم مثلا 300 همه شما ببینید اصلا این درد نمیدید. و فیلمایی که مثلا فضایی هن، یعنی مثلا هیچ ربطی نداره ولی همش بر پایه شستشو مغزی زمیر ناخودآگاه. قدرت روانشناسی غربه که اینجا همه چی رو ناخودآگاه یا به قول آمریکا سابکانشسه و اون خیلی خطرناک‌تره. یعنی همه یه جوری همه برین واش میشن شستشو مغزی، ولی هیچ کدومشون هم واقعا نمیرن شستشو مغزی. خیلی آره اینو یه روزی اون تکه هاشم بفرست که ما وقتی صحبتش میکنیم یه مقدارش هم نشون بدیم که بدیم راجع به چی صحبت میکنیم. حتما این کارو بکنیم. حتما من این کارو میکنم. من برای شما که این فیلم ها راجع به تیکایی که میخوام بفرستم و نشون میدم. آفرین. که بعد که دو تا چیزه که دروغ آمریکا، تبلیغات آمریکا و دومی که اینا چجوری دنیا و مردم رو برای اتفاقاتی که میخواد بیاد آماده میکنن. یعنی قشنگ اینا اول فیلمشو میسازن تو مردم میبینن، مردم روحا روانا آماده میشه، بعدش فیلمو قشنگ نشون میدن. بهترین نمونهش هم ببخشید دقیقاً یک سال قبل از 11 سپتامبر فیلم سیج محاصره است. برید نگاه کنید با آقای دنزل واشنگتن و بروس ویلیس. یه فیلم خیلی قشنگه. البته خیلی شانسیه اتفاقی ساختن این فیلم راجع به یه عده تروریست عرب که اومدن تو نیویورک و اینا وای میستن و اینا قبلا با CIA کار کردن، حالا به جای چیز عراقی بودن در جنگ عراق و کویت و اینها جلوی وای میستن تا خبرنگارها و CNN و اینا بیان همه چی لایف باشه و اینا که اینا بتونن تروریست های صحنه های اسپکتاکولار تروریستی رو تو تلویزیون و جهان نشون بدن به جهانی ها. اینو یک سال بعد دقیقا قبل 11 سپتامبر هالیوود ساخته. امیدوارم که این صحبتی با بکنیم. البته آقای جولیوس گرامی من فقط یه حرف رو میخواستم بزنم. الان وضعیت اروپا عزیزان من خیلی خرابه، خیلی وضعیت رو داره خراب میشه. یعنی همیشه تو این کرایسس ها که درس اقتصادی اول چند ماه اول مشکلی نیست، همه بازی پسندازی دارن، یه کاری دارن، همیشه اینا بعد چند ماهه که داره یه دفعه وضع خراب میشه. الان بنده دارم اینجا چون تو خودش با ما هستیم و اینا دارم میبینم وضع داره خیلی خراب میشه، مردم خیلی ناامید و بیپولن و خیلی همه گفتن ای کاش ما خودکشی کنیم. یعنی تو این مثلا و اینجا یه دفعه بد میشه، مثلا یه دفعه یه ماه بد میشه، یه هفته بدتر میشه، سه هفته دیگه بدتر میشه. جامعه اینجوریه دیگه. درست امریکا هم همینطوره. درست اینجا پسندازی وجود نداره. شخصی نیست. جامعه ایه. ببین وقتی جامعه هست یه دفعه یه موج میاد، موج رو باید بهش وقت داد. مثلا میگه یک ماه، دو ماه، حالا بعد چهار ماه صحبت میکنه. یه چیز هم میخواستم فقط به عزیزان بگم که اینا هم بگم ببخشی وقتی رو هم گرفتم چون صحبت زیاد و خیلی میخواهیم صحبت کنیم ولی خب باید برمه بایست آقای جولیوس گرامی در گفتم مثلا وقتی به نظر من وقتی جنگ های بزرگ اگه قرار اتفاق بیفته همیشه جنگ ها و نبردهای کوچیک میشه که خیلی ها بتونن تاکتیکا و سلاحاشون رو امتحان کنن. ببین مثلا برای من یه چیز جالبه چون که حرف تسلیحات شد، الان شما تو فیلماش هم الان دیگه قشنگ هست که شما میبینید که این S300 خب خیلی روش حساب میشد دیگه، S300 و S300 سم S300 و اینا. خب هم آذربایجان S300 داره هم ارمنستان S300 داره، هر دوش هم در زمان شوروی گرفتن که از کشور خاکشون دفاع کنن. ولی ما دیدیم اینا در نبرد چجوری تونستن حتی با پهپادهاشون S300 ها رو نابود کنن. درست. این رو من میخواستم، این چیزی که برای من جالب بود، یعنی باید که آدم درس باشه واسه فرمانده های عزیز ایران که وقتی میخوان دفاع کنن باید به این درس ها همیشه دقت کنن، که البته میدونم دقت میکنن. آقای جولیوس گرامی باش، خیلی ممنونم، لطف کردی همینجم، قربان شما برم، مرسی، لطف کردی. بله اتفاقا دوستان این هالیوود در یادداشتای مارلن مانرو هنرپیشه معروف که معرفه حضور شما هست، بکنم بیش از 50 سال پیش، شاید هم بیشتر، اون در یادداشت‌های خودش گفته بود که
هالیوود جایی هستش که برای یه بوسه $1000 به شما میدن، مثلا 50-60 سال پیش $1000 پولی بود دیگه، میگفت برای روح و روانت یک سنت هم نمیدن، یعنی برای روح و روان و شخصیتت ارزش قائل نیستن، ولی برای همون بوسه اون پول میدن، چون ارزش رو در همون چیزهای فیزیکی که نشون میدن. گفت هالیوود یه همچون جاییه دیگه، من رو باید بدونه دیگه، چون خودش از معروفترین هنرپیشه هالیوود بود که داستانش رو با پرزیدنت کندی اینا که دیگه همه تو میدونید. خب دوستان، وقت ما هم تموم شد. ممنونم از وقت شما، از اینکه تو برنامه شرکت کردید، از اینکه اطلاعات مفید با هموطنان ما در میان گذاشتید. و من یک بار دیگه به حقانیت مردم ایرانم تبریک میگم که از این بحران تحریم 13 ساله در سازمان ملل عبور کردن که از حالا به بعدش دیگه ایران آزاده برای خرید و فروش نیازهای دفاعی کشور. من فکر میکنم الان نیازی باشه، چون همه اینا پول میخواد و ایران توانایی یعنی ساختن سلاحهای مورد نیاز خودش رو داره و نشونم داده. و ببین چه پولی هم خرج میشه در خارج از ایران. همونطور که در اول برنامه گفتم، ایران در سال 2019 18 میلیارد خورده ای کل بودجه دفاعیش بود. اینو دیگه سازمان‌های بین‌المللی، پاتریک وینتر در گاردین هم نوشته تو این گزارشش، ولی میگه که عربستان سعودی 80 میلیارد خرج کرده. خب پس نشون میدید که عربستان باید تو بورس باشه دیگه، و همین شک باید اینو نگه داشت تا تمام پولاشون از اون طریق بگیرن، چون عربستان اگر پول نده نمیتونه اونجا بمونه، چون عربستان سیستم دفاعیش بستگی به غرب داره، و اگر این پولا را نده اصلا عربستان دیگه باید. اتفاقا آقای ترامپ با تمام صحبت ها آدم خیلی روکیه. گفت من به پادشاه گفتم آقا اگر ما 2 هفته از پشت شما بیاییم بیرون شما نابود میشید، پس بنابراین هزینه زیاده، باید پول بدید. گفت کینگم قبول کرد، تمام شده رفت دیگه. قبول نمیکرد چی؟ برها دوستان ممنونم از توجهتون.